هرچه زمان بیشتری از رویداد روز جمعه 31 شهریور در اهواز می‌گذرد، پرده از روی مجهولات کنار می‌رود و حقیقت آشکارتر می‌شود. نخستین خبری که از سوی رژیم انتشار یافت حاکی از این بود که گروهی مسلح با حمایت بیگانگان به رژه سربازان ایرانی در سال روز جنگ ایران و عراق حمله آورده و تعدادی از آنان را کشتند. خبرهای بعدی چندان متفاوت بود که از آن را به حقیقت نزدیک ساخت. امروز شکی نمانده است که رژیم برای فروناشاندن اعتراضات و اعتصابات عمومی در نقاط مختلف کشور به یک نمایش تهدیدآمیز احتیاج داشت و این صحنه سازی را با فدا کردن چند سرباز و چند حادثه آفرین دست نشانده ترتیب داد. در هیاهویی که این رویداد برانگیخته و به نظام حاکم فرصت داده بود از یک سو مردم عاصی را در داخل کشور بر سر جایشان بنشاند و از دیگر سو کشورهای همسایه را هدف تهدید و تحقیر قرار دهد، نخستین کسی که پرده را درید و حقیقت را با استناد به دلایل محکم سیاسی آشکار ساخت یک ایرانی دور از وطن بود، شخصیتی که در رژیم کنونی زمانی مقام دولتی بر عهده داشته است. ماشاءالله عباس‌زاده در یک بیانیه محکم خود را معرفی کرد و نوشت: بدگمانی به نقش حکومت جمهوری اسلامی در ارتکاب حادثه تروریستی اهواز نخستین انگاره ذهنی پیکره‌ای از ایرانیان است که بروز و ظهور عملیات تروریستی اهواز و سایر وقایع مشابه را کار بخشی از حاکمان برای اهداف شخصی می‌دانند. بعد ادامه می‌دهد: راغم این سطور که سالیانی دراز در دولت محمد خاتمی در وزارت کشور کلیدی ترین وزارتخانه سیاسی امنیتی به عنوان یک مسئول و کارشناس خدمت می کردم، از نزدیک شاهد ترتیبات و تمهیدات امنیتی و حفاظتی جایگاه ها و صحنه های اینچنینی بودم. در این نگاشته با ذکر ادله و مصادیقی که می کوشم تا نشان دهم امکانات عملیات تروریستی در چنین سطحی از یک مراسم از پیش تمهید شده با ملاحظه همه مکانیزم‌های تأمین امنیت از سوی گروه‌های بیگانه و تروریستی ناممکن است. او سپس خاطراتی را که به چشم خود دیده شرح می‌دهد که باز گفتن آن در این فرصت کوتاه مقدور نیست متأسفانه. از فرصت استفاده می کنم برای اظهار چند نمونه شنیدنی در این مشروحه. می نویسد: از آنجا که مراحل تأمین امنیت در سن و جایگاه ویژه مسئولین سیاسی، امنیتی و نظامی با بالاترین میزان تمهیدات امنیتی حلقه بسته اعلام می شود و از 48 ساعت قبل تمامی مکان و محیط زیر نظر ناظران محسوس و نامحسوس قرار می گیرد، ورود 4 تروریست با لباس مبدل از پشت جایگاه و شلیک به سربازان از منظر مؤلفه های امنیتی جای ابهام دارد. در اینجا لازم است چگونگی برخورد چند فرد مسلح با گروه سربازان را یادآور شویم. طبق گزارش هایی که انتشار یافته،
تعداد حمله کنندگان به رژه نیروهای مسلح بیش از 4 یا 5 نفر نبوده که فقط یکی از آنها زنده مانده است، حالان که 20 تا 30 سرباز مسلح کشته و 10 تن زخمی شدند. امیر حسین یکی از سربازانی که برای شرکت در مراسم رژه به اهواز رفته بود میگوید حوالی 9 صبح درست در مرکز بلوار قدس اهواز حوالی پادگان لشکر 92 زرهی مراسم آغاز شد، مراسمی که با حمله تروریستی ناتمام ماند و یادگارش شد بهت و اندوه. بعد ادامه می‌دهد. خلیل هاشمی فر یکی از دوستان من که 19 روز به پایان خدمتش باقی مانده بود چند ردیف جلوتر از من روی زمین افتاد. اولش فکر کردم او هم مثل من با شنیدن صدای تیراندازی خودش را برای محافظت روی زمین انداخته، اما رد خون را روی گردنش دیدم. نیمخیز شدم که به طرفش بدوم که فریاد تحکم‌آمیز یک نفر را شنیدم که داد می‌زد بخواب سرباز، بلند نشو. فریادش چنان تحکمی داشت که میخکوبم کرد. حالا نمیتوانم باور کنم که در طول همین چند دقیقه خلیل رفته باشد. او نه اینوری بود نه اونوری، یک سرباز ساده بود. خنده های پیوسته و مدامش به یادم مانده. وقتی شروع میکرد به خندیدن دیگر تمام شدنی نبود. امیر حسین خاطرش رو چنین ادامه میدهد. اولش با اینکه صدای تیراندازی میآمد سربازان چنان شوکه بودند که هیچ واکنشی نشان ندادند. چون مراسم جنگ و یک رژه نظامی بود، اولین چیزی که ناخودآگاه به ذهنم رسید این بود که این سر و صدا بخشی از جریان رژه است. یک لحظه یک نفر که در جهت مخالف ما ایستاده بود و دوربین به دست داشت فریاد زد بخوابید یا خدا بخوابید. صف منظم ما به هم ریخت. هر کدام به یک طرف فرار کردیم و خودمان را روی زمین انداختیم تا از گلوله ها نجات پیدا کنیم. سربازها یا کف زمین ولو شدند یا توی جویهای دو طرف خیابان موضع گرفتند. مردم عادی هم که دو طرف خیابان ایستاده بودند توی همان جویها یا پشت دیوارها پناه گرفته بودند. بر اساس گزارش‌های رسمی مهاجمین با لباس مبدل و پوشش سپاه و بسیج از پشت جایگاه به مردم حمله کردند. پس بازگردیم به نوشته ماشاءالله عباس‌زاده. او به دنبال وقایعی که به عنوان کارشناس ارشد وزارت کشور شاهد آن بوده است می نویسد وجود بحران گسترده در تمامی ارکان نظام، زمزمه هایی از نزاع نوظهور طائب و سردار جعفری، فساد سیستمی فراگیر، زمزمه هایی از احتمال فروپاشی تمامی سامانه اقتصاد و سیاست ایران، رویش تشکل‌های نوپدید سیاسی در قامت آلترناتیو، خیزش مستمر معترضان داخلی، نبرد عیان و نهان لایه‌های مختلف در سطح قدرت، موج افشاگری‌ها علیه یکدیگر در دو سوی قدرت و همچنین وجود بحران جهانی و منطقه‌ای و رویارویی رژیم منزوی شده حاکم از جمله عوامل مهمی است که قربانی سازی و یا کشتن 20 تا 30 سرباز و شهروند و کودک در راستای تئوری بقا به هر قیمت پروژه مظلوم نمایی و مشروعیت حزینی را موجه می کند. در این مسیر
آمران و عاملان مأمور به حفاظت بنیان نظام به هر قیمت چنین کردکاری را هزینه مهم و زیادی نمی دانند، چرا که شاکله یک نظام ایدئولوژیک چون جمهوری اسلامی حسب فرموده بنیانگذار و نیز رهبر حاکم با خون روییدن می گیرد و صریحاً آن را برکت انقلاب اسلامی می دانند. حال بر عهده شما شنوندگان عزیز است که قضاوت کنید و نظر بدهید که حق با کیست. این پنجمین و آخرین بخش از گفتارهایم درباره خط فارسی است. در برنامه‌های پیش نخست درباره چگونگی پیدایش خط عربی سخن گفتم که ایرانیان در پدید آوردن آن سهم بزرگی داشتند. سپس به تاریخ خط فارسی کنونی پرداختم که از عربی گرفته شده. در این گفتارها خط فارسی را تنها از حیث کارآمدی و تواناییش در بنوشتار درآوردن گفتار مطالعه کردم، نه از جنبه‌های خوشنویسی و هنری. این که چرا، به آن گفتارها بازگردی. از آنجا که این خط در اصل برای زبان عربی ساخته شده، کاربرد آن برای نوشتن زبان فارسی از دیرباز انتقاد برانگیخته، به ویژه از آغاز سده 20 به بعد و آشنایی ایرانیان با زبانهای اروپایی، برخی خواهان تغییر این خط شدند. در برنامه‌های پیش استدلال‌های موافقان و مخالفان را تا آنجا که وقت اجازه می‌داد مطرح کردم. امروز می‌خواهم از این رشته گفتارها نتیجه بگیرم. آنچه مسلم است اگر تنها از نظر علمی یا زبانی کدآوری کنیم، یعنی توانایی‌ها و کاستی‌های خط فارسی را در تبدیل گفتار به نوشتار ملاک بدانیم، ناکارآمدی های خط فارسی بر توانایی های آن سنگینی می کنند، زیرا چنان که دیدیم مسئله های این خط یکی دوتا نیستند. حتی بسیاری از طرفداران خط کنونی اشکال های آن را می پذیرند، منتها خواهان تغییر خط نیستند به دلیل های فرهنگی، یعنی توجه به جنبه هایی که عامل های اصلی در تبدیل درست گفتار به نوشتار نیستند. این کاملا درست است که خط تنها پرسشی زبانی یا زبانشناختی نیست، همچنین موضوعی است فرهنگی و با گذشته های تاریخی پیوند دارد. ولی بیشتر آنان که تنها بر جنبه های فرهنگی خط پا می فشارند برانند تا به نام فرهنگ حاله ای از تقدس به گرد خط بکشند و کاستی های آن را بی اهمیت جلوه دهند. حالان که همان گونه که اختراع خط و نوشتن اندیشیدن انسان را دگرگون ساخت، چگونگی خطی هم که به کار می رود بر اندیشه انسان بی تأثیر نیست، زیرا خط با تکرار و تکرار الگوهایی را در ذهن جایگزین می کند و بر سازوکارهای اندیشیدن اثر می گذارد. در اینجا می خواهم با به کار بردن همین استدلال اهمیت فرهنگی به نتیجه کاملا متفاوتی برسم. یکی از ویژگی‌های فرهنگی عمومی ما ایرانیان کلی‌گرایی، سرهمبندی و سرسری گرفتن است. بدین معنا که از باریک‌بینی گریزانیم، به جزئیات توجه نمی‌کنیم و با شتاب سر و ته موضوع‌ها را به هم می‌آوریم. ما به سادگی، و این برای ما بسیار عادی است، جزو فرهنگ و سنت ماست، بیتی شعر مبهم را جایگزین استدلال منطقی می کنیم و می پنداریم که با این کار موضوع را شرح داده ایم و شکافته ایم. به سخنی دیگر، ما پرسون دقیق نمی اندیشیم و برداشت احساسی خام را جایگزین اندیشه منطقی می کنیم. از آنچه در بخش های پیش گفتم می توان نتیجه گرفت که سر و همبندی های خط کنونی فارسی کمک چندانی به اندیشه منطقی نمی کند. و این به هیچ روی مسئله کم اهمیتی نیست، چون آشفتگی در رفتار ریشه در آشفتگی در اندیشه دارد. از سوی دیگر، آیا همه جنبه های فرهنگ، یعنی باورها و عادتهای گذشته ما خوبند و ما باید آنها را برای همیشه نگاه داریم؟
اگر هرچه از گذشته می آید نیکوست، پس چرا چراغ پیشسوز را به دور انداختیم و برق را جایگزین آن کردیم؟ چرا قلم و دوات را کنار گذاشتیم و رایانگرهای الکترونیک و چاپگرهای لیزری را به کار می بریم؟ چرا به جای گاری و درشکه خودرو و هواپیما سوار می شویم؟ اگر بخواهیم خط را به وسیله نقلیه همانند کنیم، می توان گفت خط فارسی مانند درشکه است. درشکه توانایی های خود را دارد، ولی نمی تواند کار خودرو و ترن و هواپیما را بکند. چرا هر یک از ایرانیان شناسنامه دارند؟ اینکه در فرهنگ ما نبود، آن را از اروپاییان آموختیم. آیا چون فرهنگ ما زن را ناقص العقل و نصف مرد دانسته، نباید زن را چنان که منطق برآمده از پیشرفت های علمی و اجتماعی نشان داده در همه حقوق برابر مرد بدانیم؟ از اینها گذشته، ایرانیان در طول تاریخ کهن خود بارها خطشان را عوض کردند. پیش از خط عربی به میخی و اوستایی و پهلوی و آرامی و عبری و دیگرها می نوشتند. هیچ دلیلی نیست که خط عربی برای همیشه خط فارسی باشد. آیا چون نیاکانمان خط ناقصی را برای ما به ارث گذاشتند، ما باید برای همیشه آن را به دوش بکشیم؟ یکی دیگر از جنبه‌های بسیار منفی فرهنگ سنتی ما خرافات و دین‌خویی است. دینی اندیشیدن، هر چه باشد دین، بزرگترین دشمن اندیشه براختی ابژکتیو یعنی علمی است. تجربه 30-40 سال گذشته، یعنی بازگشت جنون‌آمیز به آنچه خود داشته ایم، فاجعه‌ها و ویرانی‌های فراوانی به بار آورده که در تاریخ دراز ایران همتا ندارند. این سیاه روزی را ما به سر خود آوردیم. بیش از هر عامل دیگری، زائیده نحوه اندیشیدن و فرهنگ و جهانبینی چیره بر ذهن ما بوده است. تقصیر را به گردن دیگران نیندازیم، زیرا چیزی جز شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست. آنچه به سرمان آمده نمیتواند کار چند تا آخوند باشد. بیشتر اگر نگوییم همه به اصطلاح روشنفکران و سیاستکاران از هر مرامی در آن شرکت داشتند. از آن میان محمد رضا شاه که با میدان دادن به واپسگرایان و سرکوب اندیشه های پیشرو سهم بزرگی در این فاجعه دارد. از این رو ما باید به داشته های فرهنگی و نحوه اندیشیدن خود با دیدی بسیار انتقادی بنگریم. جنبه های خوبان را نگاه داریم، ولی جنبه های منفیش را که با رایان، ریزن، غزان، فرنونفت یا در فارسی خرد میگویند که داستان دیگری است، که با رایان انسان پیشرفته نمیخواند کنار بگذاریم. فرهنگ نهادی تغییر ناپذیر و همیشگی نیست. ارزش های فرهنگی همیشه در تغییرند. فرهنگ میتواند در پاسخ به تغییرهای درونی یا در برخورد با فرهنگ‌های دیگر دگرگون شود. فرهنگی پایدار می‌ماند که بتواند برای تناقض‌ها و کاستی‌های درونی خود راه حل بیابد. حال که کار به اینجا رسیده، باید فرهنگ خود را باز اندیشیم. به نظر من تغییر خط می‌تواند یکی از عامل‌هایی باشد در پدید آوردن تکان و هشداری فرهنگی که هدفش دگرگون ساختن جهانبینی ماست. با ناکامیابی‌هایی که داشته ایم و بلایی که بر سر خود آورده ایم، باید در اندیشه چاره بود. به نظر من باید نرم‌افزار مغزمان را عوض کنیم. و من به سهم خود تغییر خط را به عنوان یکی از این راه‌ها پیشنهاد می‌کنم. و البته تغییر خط کافی نیست. باید اندیشه منطقی و براختی ابژکتیو را آموخت و به کار برد. باید خرافات دینی را کنار گذاشت. باید با نگاه بسیار انتقادی به بسیاری از متن‌های بدآموز و گمراه کننده ادبیات فارسی نگریست. تغییر خط برای پاسخ دادن به دو نیاز اصلی است. یکی بهره‌مند کردن زبان فارسی از الفبایی که با ویژگی‌های زبان فارسی سازگار باشد، و دوم برانگیختن تکانی یا تلنگری فرهنگی برای دمساز کردن ایرانیان با روشمندی و پرسونش دقت در اندیشه. چنانکه گفتم، نباید تغییر خط را با تغییر زبان اشتباه کرد.
ما زبان خود را که یکی از میراث‌های بی‌همانند و بزرگ تاریخ انسان است عوض نمی‌کنیم. شیوه دیگری برای نوشتن آن برمی‌گزینیم. منطقی و بهتر است که این شیوه جدید گونه‌ای خط لاتین باشد. ما شاهکارهای ادبی بزرگ خود مانند شاهنامه و غزل‌های حافظ و دیگر اثرها را از دست نمی‌دهیم، زیرا می‌توانیم آنها را به آسانی به خط جدید ترانه‌نویسیم. این کار را رایانگرهای هوشمند آسان‌تر از آنچه بسیاری می‌پندارند انجام خواهند داد. 40-50 سال پیش مسئله حروف‌چینی متن‌های کلاسیک فارسی به خط دیگر حراس بسیار برمی‌انگیخت، ولی امروز با پیشرفت‌هایی که در خوانش و تبدیل خط‌ها توسط رایانگرها شده، این دیگر مسئله‌ای نخواهد بود. باید بتوان به یاری رایانگر و نرم‌افزار مناسب با رجروب یا اسکن کردن هر متنی به خط کنونی فارسی آن متن را به لاتین ترانه‌نویسی. در سالهای گذشته پیشرفت‌های بزرگی در ترجمه خودکار با رایانگرها از زبانی به زبان دیگر انجام گرفتند. ترانه‌نویسی فارسی به خط لاتین کاری است بسیار آسان‌تر. کافی است نرم‌افزاری داشت برای Optical Character Recognition، بازشناخت نشانه‌ها با نور. در عمل با عکس برداری از متنی به خط فارسی یا با رجروب اسکن کردن آن، نرم افزار حرف های الفبا را باز می شناسد و پس از گذشتن از چند مرحله آنها را به خط لاتینی که پیش بینی کرده ایم تبدیل می کند. کاربرد هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ کمک بزرگی خواهد بود، به این معنا که رایانگر می تواند خود یاد بگیرد و رفته رفته کارش را بهتر و بهتر کند. چون این افزاری همکنون در بازار وجود ندارد، ولی شدنی است. بنابراین هیچ نگرانی در خواندن اثرهای فرهنگی گذشته نخواهد. باز هم تکرار میکنم، ما زبانمان را عوض نمیکنیم، آن را به گونه‌ای خط لاتین که با ویژگی‌های آوایی که زبان فارسی سازگار است مینویسیم. خط لاتین هم خط چینی نیست. هر ایرانی درس خوانده‌ای با خط لاتین آشناست و همکنون بسیاری ایرانیان در پیام‌های الکترونیکی خود خط لاتین را به کار می‌برند. پس اگر بپذیریم که تغییر خط کنونی فارسی ضروری است، باید به بسیاری نکته‌های عملی توجه کرد. تغییر خط باید فراروندی باشد مردمی که در طول سال‌ها انجام گیرد. خط کنونی و خط جدید باید سالها در کنار هم زندگی کنند. منتها تغییر خط نیازمند نظم و دیسیپلین است که دستیابی به آنها کوشش می‌خواهد. از این گذشته ایرانیان نخست و پیش از هر چیز باید زبان فارسی را درست بیاموزند. افسوسمندانه کیفیت زبان همگانی در این 30-40 ساله گذشته بسیار فرو افتاده و سطح دانش فارسی از دبستان گرفته تا دانشگاه به سبب سیاست‌های آموزشی نادرست و ویرانگر جمهوری اسلامی بسیار پایین آمده است. چون این نخواهد بود که هر کس هر جور می‌خواهد فارسی را به خط لاتین بنویسد. همکنون بیشتر کسانی که با یکی از زبان‌های اروپایی آشنایند، ترانه‌نویسی واژه‌های فارسی به خط لاتین را بر پایه زبانی که می‌شناسند انجام می‌دهند. یعنی طوری می‌نویسند که گویی برای انگلیسی زبان، فرانسه زبان یا آلمانی زبانه. برای نمونه، واژه نوروز به خط لاتین به بیش از 10 صورت نوشته می‌شود. باید فارسی را به گونه‌ای خط لاتین نوشت که برای زبان فارسی اندیشیده شده است. این شیوه اندیشیدن را که بر پایه ویژگی‌های آوایی که زبان فارسی پدید آمده بیش از 100 سال است که زبانشناسان و ایرانشناسان برای ترانه‌نویسی فارسی به کار می‌برند. برای نمونه در اثرهای بارتولومه، کنت، نوبرگ، هنینگ، فرهوشی، مکنزی، ادیب سلطانی، در واژه‌نامه‌های بنیاد فرهنگ ایران و در دانشنامه ایرانیکا به کار رفته است. توصیف این خط لاتین را می توان در کتاب درآمدی بر چگونگی شیوه خط فارسی نوشته استاد میر شمس الدین ادیب سلطانی یافت. فرا گرفتن این خط فارسی لاتین آسان است، چون مسئله ای ندارد. با این حال باید نوشتن آن را تمرین کرد و منطقی است کسانی که با این پروژه موافقند بکوشند آن را در میان همگان رواج دهند.
مثلا کسانی که صفحه فیسبوک یا بلاگ دارند میتوانند بخشی از مطلب‌های خود را به فارسی کنونی بنویسند و بخش دیگری را با خط فارسی لاتین. همچنین میتوان بخش‌هایی از اثرهای کلاسیک فارسی را مانند شاهنامه یا غزل‌های حافظ همانطور که همکنون تلفظ می‌کنیم به هر دو خط کنار هم نوشت تا مردم این خط را کم کم بشناسند و به خواندن آن خو بگیرند. این خط را میتوان پارستین نامید. بخش نخست آن پارس هجای اول واژه پارسی است و بخش دوم آن تین هجای دوم واژه لاتین. در این تابلو که به خط پارستین نوشته شده میخوانیم نمونه خط فارسی لاتین پارستین توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود فردوسی شاهنامه. چنان که گفتم برای اینکه این پروژه درست و منطقی انجام گیرد به سالها کوشش و آموزش نیاز دارد. مردم باید لزوم این پروژه را دریابند و خود آن را عملی کنند. نباید منتظر نشست که از بالا این کار انجام گیرد. باید مردم خود زمینه‌های لازم را فراهم آورند. مسئله ها را حلاجی کنند و شرایطی را پدید آورند که روزی دولتی پیشرو، دموکراتیک و ایران دوست تصمیم پایانی را بگیرد. نباید با خط فارسی همان کنیم که با رژیم سیاسی گذشته کردیم. خواستیم رژیم جمهوری برقرار کنیم ولی به سبب کوته اندیشی کورکورانه کاریکاتور وحشتناکی از جمهوری ساختیم که نه تنها باعث سرفکندگی ایرانیان است، ویرانی ها به بار آورده، خون ها ریخته و سرمایه های این کشور را به باد داده است. وقت ما به پایان میرسد. زبان فارسی یکی از میراث های بی همانند فرهنگ انسانی است. ما باید زبان فارسی را به یاری دستاوردهای علمی نوین توانمندتر سازیم، آنسان که بتواند همپای پیشرفته ترین زبانهای جهان موضوعهای پرسون علمی و فلسفی را بیان کند. فارسی همه توندها پتانسیل‌های لازم را برای این کار دارد. در این باره در گفتارهای دیگر سخن گفتم. سخن پایانی این که زبان فارسی به خطی نیازمند است که بتواند راه پیشرفتش را آسان کند و در ضمن نویسندگانش را از روش منطقی اندیشیدن بهره‌مند سازد. هفته پیش من به نیمی از قولی که داده بودم عمل کردم و درباره ستارخان حرف زدم. امروز تصمیم دارم که درباره باقرخان چه خود صحبت کنم. باقرخان که در تاریخ مشروطیت ایران به صورت با ستارخان به صورت دو تا بال همیشه تمثیل میشه، حالا من تا این حد برای آقای باقرخان اهمیت قائل نیستم که درباره اش صحبت خواهیم کرد. آقای باقرخان فرزند صادق خان هست که صادق خان معمار و بنای معروفی بود و پسرش باقرخان هم زیر دست پدر به کار بنایی می پرداخت کار و یک هنوز هم به حد بنای توانایی نرسیده بود. به هر حال هنوز هم از شهرت پدرش استفاده میکرد. ولی خب به محض اینکه در تهران مجلس رو به توپ بستند و نهضت مشروطیت تقریبا مرد و تنها عضوی از بدن مشروطیت که در آذربایجان بود هنوز نفس میکشید و ستارخان برای نجات مشروطیت برخاست، آقای باقرخان هم همراه او کارهایی را انجام داد. در تبریز البته ستارخان خب آدم مشهورتری بود، آدم با سواد که البته نبود ولی آدم جهاندیده‌ای بود. به مشهد رفته بود، به عتبات رفته بود،
کارهای مدیریت انجام داده بود. بسیاری از کسانی که سفر می‌کردند اختیار کارهاشو در مدت غیبت خودشون به دست ستارخان می‌سپردند و او به تدریج بار آمده بود به عنوان اینکه یک مسئول اجتماعی باشه. ولی باقرخان اینطور نبود. باقرخان یک زندگی معمولی عادی داشت در کار بنایی. من یک نظر خاصی دارم که اونجا اونو میخوام اینجا مطرح کنم و اون این استش که اگر که با تاریخ مشروطیت آشنا باشید، همزمان با مشروطیت و سر و صداش و حرفهاش اولین انترنسیونال سوسیال دموکرات‌ها در دنیا برپا شده بود و مقدمات دومین میشه گفتش که انترنسیونال سوسیال دموکرات‌ها قرار بود که در سوئد انجام بشه و تمام کمونیست‌های دنیا اون موقع کمونیست‌ها خودشون رو دموکرات سوسیال یا سوسیال دموکرات می‌نامیدن، مشغول مقدمات بودن. در اون زمان دو سه تا از کمونیست‌های معروف منتسب به کومینفورم، البته هنوز اون موقع کومینترن تشکیل نشده بود، در ایران حضور داشتن. مثلا حیدر مغلی، مثلا آقای سلطانزاده، مثلا آقای پیشه‌وری و مثلا آقای اردشیر آوانسیان. اینها ارتباطاتی داشتن با کمیته های دموکرات انترنسیونال. من فکر میکنم که اهمیتی که در مشروطیت برای باقرخان قائل شدند یه مقداریش تحت تأثیر نفوذ حیدر مغلی و نظایر اونها بود، وگرنه باقرخان اصلا قابل مقایسه با ستارخان نبود. تأکید میکنم که من درباره آزادگی، شجاعت، پاکی، پاکدامنی باقرخان صحبت نمی کنم برای اینکه در این تردیدی نیست، ولی همونطور که گفتم اون جهانبینی و نگاه عمیق و متعادل و وسیع بر روی حوادث جهان رو آقای باقرخان نداشت. هیچ کار عمده ای نکرده است که آدم بتونه که به اون اشاره بکنه. حتی در تاریخ مشروطیتی که کسروی نوشته که آدم انتظار داره به علت همشهری بودن با آقای باقرخان کمی درباره او بیشتر لفت و لیز بدهد، نکته خیلی خیلی مهمی از زندگی او گفته نمیشه. من مجدداً تأکید میکنم که من به هیچ وجه منکر آزادگی، شجاعت و پاکی آقای باقرخان نیستم. و در اون سالا هم بعد از اینکه رهبری کل ماجرا رو در آذربایجان و تبریز به خصوص ستارخان به عهده گرفته بود، باقرخان اینطوری نبود. یک نکته دیگری هم که این موضوع رو تشدید میکرد این بود که باقرخان به روحانیون متشرع بیشتر نزدیک بود و واقعا یه آدم مسلمانی بود و میشه گفتش که چون مجتهدین اون زمان از جمله آقای حسن مجتهد، حسن آقا در تبریز، اینا همشون مخالف مشروطیت بودن، بنابراین اهمیت و ارزش باقرخان که از اونها با وجود تمام اعتقادهای مذهبیش برید و به مشروطیت رو آورد خب اهمیت داره و میشه گفتش که
یک فکری، یک نیروی، یک نیروی جوانتر از بقیه باقرخان رو به طرف خودش میکشید که به همراه خودش به حرکت طرفداری از مشروطیت و ضدیت با استبداد کشیده شد. یک نکته دیگه هم وجود داره به صورت قرینه که این امر رو یه خورده بهش محکمترش میکنه و اونم عبارت از این است که بعد از اینکه فرقه دموکرات در سال 1324 بر آذربایجان تسلط پیدا کرد و زمزمه خودمختاری سر داد که آدم ها اونا لاقل اونهایی که در آذربایجان بودن میدونستن که پشت پرده خیلی خیلی کارهای دیگر در انجام میشه و نقشه هایی برای الحاق آذربایجان ایران به روسیه شوروی وجود داره. در اون موقع با وجود که خب همه میدونن در آذربایجان همه میدونن که ستارخان آدم مهمتری بوده است، ولی با مشرب کمونیستی و چپی که فرقه دموکرات آذربایجان داشت، مجسمه باقرخان رو ساختن و در میدان شهرداری نصب کردند و تمام رژه ها و این هایی که اتفاق می افتاد از جلوی مجسمه ایشون بود، که این نشون میده که علاقه فرقه دموکرات آذربایجان با علایقی که به آقای باقرخان میبستند همبستگی داره و درست به همین دلیل استش که این کار رو کردن و اینطور نجات دادن. باقرخان همراه ستارخان بعد از اینکه روسا وارد آذربایجان شدن و به هر حال اوضاع به طور کلی عوض شد، به طرف تهران اومدن. دوتایشون آمدن تهران و در تهران مورد استقبال بسیار شدیدی قرار گرفتن، خیلی خیلی شدید. و با وجود اینکه بعدها در تاریخ مشروطیت مثلا یپرم خان آدم بسیار مهمی شد و در اون سفر با هم بودن اینها دارم می اومدن طرف تهران، ولی هیچ اثری از تحسین و تمجید و استقبال از آقای یپرم خان وجود نداره و بیشتر روی باقرخان هست. اما باقرخان وقتی که به تهران رسید تقریبا فرو نشست تمام زندگیش و دیگه ازش ماجرایی شنیده نمیشه تا وقتی که روحانیون تهران در اعتراض به دولت رفتن مهاجرت کردن به طرف کرمانشاه. در این حرکت باقرخان هم همراه اونها بود و همراه اونها رفت و وقتی که به کرمانشاه رسیدن اینجور که گفته میشه ظاهراً حبس کرد که بره به عتبات و در زیارتی بکند. در قصر شیرین یک عده راهزن حمله کردن و باقرخان و همراهانشو کشتند. تا اونجا که من اطلاع دارم برخلاف ستارخان که قبرش بسیار شناخته شده است و در شاه عبدالعظیم هست و بعد از انقلاب نکبتبار اسلامی 1357 نفش قبر که نمیشه گفتش صاف کردنش با زمین و تقریبا عده‌ای معتقدند که جسد ستارخان را از اونجا بردند، اما در مورد گور آقای باقرخان هیچ خبری نیست که کجا بوده است، کجا شده، چه اتفاقی براش افتاد. اینا همش مجموعاً یک جوی در ذهن آدمی میسازد که نیست. تاریخ قضاوت تندی داره درباره باقرخان میکنه. باقرخان ازدواج کرد
صاحب 4 تا بچه شد، 4 تا پسر شد و ظاهراً 2 تا دختر، و دخترهاش و پسرهاش همش فوت کردن، فقط یکی از بچه هاش که به اسم پدرش نامیده شد از صادق خان تا چند سال پیش زنده بود الان من نمیدونم، و در رامسر زندگی میکرد و در اونجا بود و بچه هایی هم داشت که تصادفاً صادق خان بچهش هم اسم بچه خودش رو، یکی از بچه هاش رو باقر خان گذاشته است. تمام این حرف ها رو من گفتم، ولی هیچ یک از اینها حتی یک کلمه‌اش قدر و اهمیت یک آدم عامی مثل باقر خان رو پایین نمیاره. وقتی که همه در می رفتند، همه شونه خاله می کردند از بهده گرفتن وظایفی که بهدشون بود، یک آدمی که به هر حال یک آدم عامی بود و یک بنا بود، یک عرق ملی درش می جوشه و یک منطقه تازه‌ای که در تبریز شروع شده بود به ساختن و معروف بود به محله تبریز، خیابان تبریز، میره اونجا و آدم‌ها رو جمع می‌کنه، به اونها فرمان میده، اداره‌شون می‌کنه، شجاعت به خرج میده، ذره‌ای تردید دچار نمیشه، همراه ستارخان باقی میمونه. بارها و بارها گفته شده است که ستارخان از انجمنی که بود همراه با امیرخیزی بارها تلفن با وسیله، البته اون موقعی تلفن نبود، ولی با پیام و پیغام با آقای باقرخان مشورت میکرد و اینها همشون رو هم دیگه اهمیتی برای آقای باقرخان در تاریخ مشروطیت ایران باقی میگذاره. کاش ذره ای از شهادت شجاعت باقرخان و شجاعت ستارخان در ورزندان امروز آذربایجان بود که ما رو یاری میدادن تا صاحب حکومت بهتری در ایران میبودیم. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در دو برنامه پیش یک شعر بلندی از این کتاب داوری یا عریضت النساء خوندم که می پرداخت به ماجرای کربلا با نگاهی طنزآمیز و انتقادی و به اصطلاح یک گزارش شاعرانه‌ای بود از اون چه که ما ایرانی‌ها درباره این واقعه تاریخی مذهبی بهش فکر میکنیم و بهش مشغول هستیم. در جلسه قبل رسیدیم به اینجا که گفتیم با معلم واهلیم اخلاق را، نان و آب و کاسه قیماق را، زی محرم بازگردیم این زمان، نکته سنجین از نگاهی نکتدان. در واقع بازگشتی است به صحرای کربلا و آینه‌ای در برابر ایرانیان. شیعه را نوعی تقیه است این عزا، پوششی در غم، گریزی در فضا. شیعیان شهر ما را بیش و کم، شادی و جشنند همزادان غم. این چنین افتاد ما را رسم و راه، در پی تزویر شیخ و ظلم شاه. قرنها داغ رعایا داشتن، زیر پای سرکشان جا داشتن. قرنها با حیله یا ارعاب و قهر، گوش و دل بستن به شیادان شهر.
طعمه شمشیر این و آن شدن، گوسفند رام هر چوپان شدن، قرص جو آلوده در خون و نمک، عقل طوق گردن و پا در فلک، برده تقلید ابله پروران، زیر بار ذلت جهلاوران، باج دادنها به انواع روش، پیش شاهیدون و شیخی پرشپش. این سه یک می جوید وان یک پنج یک، این به نقدی باج خواه و آن به چک، این گنه بخشنده با خمس و زکات، وان طبق جوینده با نقل و نبات. این یکی من در قبال خرد و نوش، گشته قلمان بخش یا حوری فروش، وان یکی من در قبال برد و گاد، گشته خاقان زاده و خاقان نژاد. این چنین عمری سراپای وجود، هدیه بخشیدن به انواع رنود، پیش انواع سگ از خرد و بزرگ، عرضه کردن نامه تأیید گرگ، دائما در ترس و وحشت زیستن، گم شدن در چیستن یا کیستن. این چنین کرده است ما را بیش و کم، چون وجودی بین موجود و عدم. این چنین کرده است ما را خار و زار، سردی دیماه یا لطف بهار. خیشتن را در ریا پنهان کنیم، جشنمان را با عزا یکسان کنیم. در تقیه عقل ما حاشا شود، عشق میباریم تا دل وا شود. ما بقی دکان ملایان بود، نان گرم سفره آنان بود. ما بقی بازار دین بر منبر است، تحفه سوداوری بار خر است. ما بقی بر عقل شاشیدن بود، کارگاه خرتراشیدن بود. مزرع آیندگان مینکاری است، مزرع آیندگان مینکاری است، خر مقدم بر وجود گاری است. قشریت را جنگ ها در پیش روست، جهل در جمع خران سرباز جوست. خر مقدم بر حضور جنگ هاست، کار از این رو در کف نیرنگ هاست. خوش به منبرها خوش آوازی کنند، تا خراموزی و خرسازی کنند. ای وجودت خبره در سر باختن، ای وجودت خبره در سر باختن، چون خرد بگریز از این خرساختن، چون خرد بگریز از این نابخردی، ورنه خونت ریخت در کام بدی، ورنه خونت ریخت در کام فریب، نصر من ابلیس را فتح غریب. ورنه خواندی خر برفت و خر برفت، هر خری با قیمت یک پیت نفت. این داستان خر برفت اشاره است به یکی از قصه های مولوی که میگه
پیرمردی با خرش داشت میرفت، دید دراویش نشستن و سما چیدن، بساط سما چیدن، خرش رو رها کرد و شروع کرد با اونها سما کردن و آواز خوندن تا اینکه مجلس گرم شد و شروع کرد به خون، همه شروع کردن به خوندن خر برفت و خر برفت و اینها، خود این آقا هم شروع کرد به خوندن خر برفت و خر برفت. بعد که ماجرا تموم شد سراغ خرش رو گرفت، گفتم اگه خودت نمیگفتی خر برفت، خرت رو همون چیزی بود که در سفره دراویش و خودت خوردی و بهتر از اونها سرود خر برفت میخوندی. در هر حال این تمثیل بسیار مهمیه که بیشباهت به زندگی ما ایرانی ها در روزگار معاصر نیست البته. ورنه خواندی خر برفت و خر برفت، هر خری با قیمت یک پیت نفت، ورنه در کوی و گذر شام و پگاه، خوش نهادی چشم نادانی به ماه، زیر پای خود فکندی دام خیش، بر تراشیدی بت از اوهام خیش، دادیش ساطور قصابی به دست، تا ببینی دست و پایت چون شکست، تا ببینی چون دلت ویرانه شد، باده خون تو در پیمانه شد، تا ببینی چون تو را زقوم کشت، بحر فردا دست شوم سرنوشت، تا ببینی چون وجودت شد هبا، همچو جان تشنگان در کربلا. بار دیگر این سخن دوران گرفت، شعله دیرین به بند جان گرفت، مثنوی می سوخت در بیدادیت. همینجا یادآوری بکنم که روی سخن مثنوی به حکام امروز ایران هست، به اصطلاح روحانیت شیعه که به نام ولایت فقیه بساط استبداد دینی رو طی 40 سال بر ایران جاری کرده، مخاطب اصلی این سخنها اونها هستند. بار دیگر این سخن دوران گرفت، شعله دیرین به بند جان گرفت، مثنوی می سوخت در بیدادیت، وین سیه بنیاد استبدادیت، زد قلم چرخی به میدان بلا، روز عاشورا و دشت کربلا، قهر صد شداد در قهر تو دی، کربلا را خوشتر از شهر تو دید، راستی را گر یزیدت دیده بود، از مقیمان درت گردیده بود، شمر اگر می دید قصاب تو کیست، در غم قربانیانت می گریست. بگذاریم از داستان قدر تو، قدر با قین یعنی خیانت، بگذاریم از داستان قدر تو، تخم بیداد است ذیل و صدر تو، چشمهای عشق در جوش تو اند، شادمانی ها فراموش تو اند، هستی ایرانیانت در عباست، مزد شیطان است و با نام خداست، روز و شب باشد تو را راز و نیاز، با خدا در لوله های نفت و گاز، هست را و نیست را در این دیار، می دهی ارزان و می گیری دلار، هم زمان حال و هم تاریخ را، آتشی داری کباب و سیخ را، ملتی را می کشی در ذلتی، تا بسازی امتی از ملتی، فقه را داس مذلت می کنی، دست دین در خون ملت می کنی، فقه را در دست کین سازی تبر، تا بکوبی ریشه ها را سر به سر، تا به زخم و ضربت بیداد ها
محو گردند از جهان بنیادها، تا در این کشور نروید مهر و شور، نام ایران بر نینگیزد غرور. تا به تزویرت روند از یاد ما، شوکت دیرینه اجداد ما. خان و مانی نیست در این آب و خاک، کاب و خاکش با تو یابد اشتراک. خان و مانت خیل خناس است و بس، قهرمانت سعد وقاص است و بس. هست جشنت ذلت ایرانیان، در سقوط دولت ساسانیان. پور فرخزاد پور میهن است، لیک پیشت پیشگام دشمن است. ابن وقاست ولی ابن خداست، زان که فتح تازیان را ره گشاست. زان که با حکم عمر این باجگیر، تازیان را کرده بر ایران امیر. زین سبب تاریخ ایران کشوری، پیش تو محو است در تازیگری. ارزش ایران گرایی پیش تو، دشمن است از بیخ و بن با کیش تو. زین سبب هرچند صاحب خانه ای، پاک از ایرانیت بیگانه ای. پاک از ایرانیت بیگانه ای. این کتاب 8 سال پیش در خارج در آلمان چاپ شده و حدود 10 سال پیش این شعر سروده شده بود. بنابراین هر گونه تازگی اگر دارد، معناش این است که در همچنان به همان پاشنه میچرخد. شاد و پیروز و سرفراز باشید.